بسم الله الرحمن الرحیم. من بی تو دم قرار نتوانم کرد، احسان تو را شمار نتوانم کرد. گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو از هزار نتوانم کرد. خدایا شکر، خدایا شکر بابت تمام نعمتهایی که از ره لطف و رحمت و مهربانی بر ما ارزانی داشتی. و با درود و سلام و صلوات بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و مطهرشان و سلام بر شما خوبان و عزیزان بیننده. امیدوارم هر کجای دنیا که هستی جور و صحتمند بوده، زندگی سرشار از صفا و صمیمیت و معنویت داشته باشید. ایام به کامتان باشه و طاعات عبادات و بندگی هایتان قبول و مقبول درگاه احدیت. خیلی خوشحالیم و خداوند را سپاسگزار که باز هم توفیق داریم تا با برنامه دیگر روبروی شما خوبان و عزیزان هستیم و در خدمت استاد بزرگوارم جناب دکتر توکلی، پژوهشگر و استاد دانشگاه. جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و همه بینندگان گرامی سلام و عرض ادب و احترام دارم و ایام ولادت امام رضا علیه السلام خدمت همه بینندگان گرامی تبریک عرض میکنم. بسیار عالی، تشکر استاد از حضورتان، خیلی ممنون از اینکه قبول زحمت کردید و در برنامه تشریف آوردید. استاد، با توجه به اینکه دیروز اول جون مطابق بود با مصادف بود با روز جهانی کودک مطابق تقویم خیلی از کشورها، برنامه امروز ما مصاد اختصاص داره به اخلاق تربیتی کودک. لذا مشخصا ای که کودک کیست و دارای چه حق و حقوق است با توجه به بودی فرهنگ تربیتی؟ بله، روز جهانی کودک من فکر میکنم که اگر هر روز جهانی کودک بگذاریم در حق کودکان واقعا مبالغه نکردیم و هر روز و هر ساعت و هر لحظه باید روز و ساعت و لحظه کودکان باشه. درست باش، چون کودک ها انسان های بزرگتر آینده هستند و آینده سازان هر مملکت و هر جامعه بشری هستند و آسیب پذیرترین افراد جامعه. اگر بخوایم به تعریف کودک بپردازیم، گفته میشه که کودک موجود انسانی است که هنوز به او بلوغ جسمانی و روانی خودش نرسیده و محتاج سرپرستی، شفقت، مهربانی و محتاج ایجاد زمینه‌های رشد هست. بله. از ناحیه بزرگترها، سازمانها، دولتها و جوامع انسانی تا به او توانایی بالقوه انسانی خودش برسه. خب در تعریفی که درباره کودکان داشتن، تعریف معمولی که در علم پزشکی هست، کودک بین 2 تا 12 ساله میگن کودک، ولی در مباحث روانشناسی و تربیتی و مباحث حقوقی شخصی که قبل از 18 سال هست به اون کودک گفته میشه. البته گاهی اوقات در تعابیر ما بین 12 تا 18 سال نوجوان هم میگیم که بازم درست. شامل کودک میشه به لحاظ مباحث حقوقی و کیفری. بسیار، چون بحث ما بحث اخلاقی و تربیتی هست و توی زمینه مسائل تربیتی در جامعه ما مشکلات زیادی وجود داره نسبت به کودکان، میخوایم امروز در این قسمت تمرکزی داشته باشیم تا حقوق کودکان و تکالیفی که ما نسبت به کودکان داریم اینها رو بررسی بکنیم و بفهمیم که تربیت کودک به چه معناست، ما باید در قبال کودکان چه کارهایی انجام بدیم. درست باشه. برای که وارد بحث بشم، بحث خود با حدیث بسیار ارزشمند از وجود نازنین پیغمبر بزرگوار اسلام شروع میکنم که فرمود ادبوا اولادکم بزمانهم فانهم خلقوا لزمان غیر زمانکم. اصحاب را جمع کرد، به اونها مخاطب قرار داد، با اونها فرمود که فرزندانتون رو مطابق زمان خودشون تربیت کنید، نه مطابق زمان خودتان. توجه کنید، بسیار زمان مهمه. بله، عوض میشه. فانهم خلقوا لزمان غیر زمانکم، فرزندان شما مربوط به یک نسل و زمان و عصری هستند که بله اقتضائات اون زمان با اقتضائات زمان شما متفاوت هست، که توی زمینه خیلی میشه بحث درست. کرد. من خیلی کوتاه عرض کنم، ببینید اصول اخلاقی و تربیتی در اسلام و مکاتب بشری یکیست. اصلش
عدالت هست، تربیت نیروهای بالقوه انسانی است و به فعلیت رسوندن آنها، اما شرایط زمانی و مکانی هم متفاوت است. در زمان ما مثلا، حالا مثال از میکنیم، اگر کسی کامپیوتر بلد نباشه، مثلا رانندگی موتر یاد نداشته باشه، سواد نداشته باشه، قدرت نوشتن و خواندن نداشته باشه، این مطابق با اقتضاعات زمان خود تربیت نشده. اگر کسی فکر بکنه که کودک امروز میشه با اقتضاعات 100 سال پیش تربیت کرد، این انسان هم از زمان خودش عقبه و هم از عقل زمانه عقب هست و هم از تربیت دینی و قرآنی عقبه. چون تربیت دینی و قرآنی یک چیز مطلق خشک غیر قابل انعطاف نیست. قرآن و تعالیم اسلامی بروز میگن که میزنه. بله، اصول اخلاقی رعایت کنین و بروز باشید. مطابق این آموزه ها، حالا ما انشاءالله به ترتیب خواهیم گفت که حقوق و مزایایی که باید برای کودک در نظر بگیریم ببخشید و تکالیفی که ما نسبت به کودکان داریم چی هست، که حالا به ترتیب خدمت شما عرض خواهیم کرد. بله استاد، بفرمایید این موارد و آموزه هایی را که فرمایید. اگر که اجازه باشه من چند تا مسئله اینجا خدمت شما و بینندگان عزیز میخونم. از عینک هم باید استفاده کنیم که دیگه ما بله عرضم دوران کودکی ما گذشته. بله. نه استاد، شاید بیشتر برای استایلش باشه. بزرگواریم. ازم به حضور شما، حقوق کودک او چیزایی که میتونیم لااقل در فرصت این برنامه عرض بکنیم ایناییست که من عرض میکنم. یکیش حق حیات و زندگی. هر انسانی به مقتضای انسان بودن حق حیات و زندگی دارد. ما به هیچ عنوان حق نداریم که زندگی و حق حیات از کودک بگیریم. قرآن هم میگه لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، نحنو نرزق و هم و ایاکم. فرزندان خودتون رو از ترس دوچار فقر شدن نکشید، چون میدونید که در زمان جاهلیت عرب بچه ها خورد، مخصوصا دخترها رو میکشتن به خاطر اینکه میگفتن ما دوچار فقر میشیم. بعد قرآن میگه ما به اونها رزق میدیم و به توفیل اونها به شما هم رزق میدیم. نحنو نرزق و هم، بله، اول به اونها رزق میدیم، به توفیلی اونها از صدقه سر اونها به تعبیر بنده، یعنی ما در کنار کودکان توفیل خوریم. بله به شما هم رزق میدیم. همه ما و شما و بینندگان عزیز این تجربه رو دارن که وقتی مجرد بودیم رزق و برکت زندگی ما بسیار اندک بود، یک نان ما دونان نمیشد به اصطلاح وطندارا، ولی وقتی که ازدواج کردیم برکات از زمین و آسمان آمد. اینا همه به توفیل صدقه سر کودکان هست. این حق اولی که در بسیاری از جوامع بشری متاسفانه به خاطر جنگ ها، قحطی ها، خشکسالی ها و نبود امکانات زندگی، حق از کودکان گرفته میشه متاسفانه. و بله، کودکان حق حیات از دست میدن. دومین حق، حق همبستگی خانوادگی است. کودک حق داره که در یک فضای آرام و پر از اطمینان و آرامش بخش خانواده زندگی بکنه، برخوردار از وجود پدر و مادر و احیانا برادر و خواهر باشه. این حق روانی و روحی کودک است. ما حق نداریم کودک به هیچ عنوان از خانواده او جدا بکنیم، مگر در موارد خاص که اونجا گفته میشه که اگر پدر یا مادر مشکلات خاصی دارند که موجودیت کودک یا تربیت آینده او به مخاطره میفته، اینجا استثناست که قاضی دستور میده که باید کودک جدا بشه. عرض کردم این جزء موارد استثناست. بحث بعدی حق بقا و ادامه زندگی است. کودکی متولد شده، مثلا در دوران کودکی به 4 سالگی، 5 سالگی، 10 سالگی رسیده، این حق ادامه زندگی داره. این نکته که الان فرض میکنم با او اولی بله متفاوته. ببینید ما در اولی گفتیم حق حیات و زندگی، یعنی که حق نداریم کودک بحث سقط جنین داره اشاره میکنه. بله بله، ببینید چون در دنیای امروز متاسفانه به خاطر فساد جنسی که وجود داره در بسیاری از کشورها به زنها اجازه سقط جنین داده میشه. حالا میگیم امروز در این برنامه که کودک وقتی میگیم از لحظه انعقاد نطفه او یک انسان است، موجودیت انسانی دارد و حق حیات دارد، و اگر کسی به هر دلیلی مگر با دلایل خاص پزشکی و مجوزهای خاص پزشکی که در جای خودش بحث میشه، به هیچ دلیلی حق نداریم ما سقط جنین بکنیم. از نظر اسلام و از نظر حقوق بشر، بچه وقتی که مغز او شکل میگیره
کودک است، یک موجود انسانی است، دارای همه حقوق هست و ما حق سقط جنین نداریم. نه. کسی اگر سقط جنین بیمورد داشته باشه مرتکب قتل شده. در مورد دوم که میگیم حق ادامه زندگی، ای بعد از به سبب تولد هست، وقتی که متولد میشه اونجا هم دیگه حق ایر نداریم که زندگی از او بگیریم. بحث بعدی حق ثبت ولادت، تابعیت و هویت که اگر فرصت باشه الان عرض کنم. ببینید یکی از حقوق کودک اینه که باید ولادت او در هر کشوری که متولد شده ثبت بشه. در هر سرزمینی که کودک متولد میشه همه در واقع دولت‌های عضو سازمان ملل ایر پذیرفتن که کودک در هر سرزمینی که متولد میشه نسبت به اون خاک حق آب و خاک داره. بسیار. یعنی استاد اگر اجازه بدین یک میان برنامه ببینیم بعد ادامه بدیم. بیننده های عزیز گرامی سپاس از همراهیتان. پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره در خدمت شما هستیم و برمیگردیم. اللهم صل على محمد المصطفى ومحمد المهدي بیننده های عزیز گرامی دوباره خوش آمدید. مثبت 964-780-255-413 پل ارتباطی میان شما و برنامه به وقت بیداری از تلویزیون جهانی هادی هست. میتوانید نظریات ارزنده و یا هر گونه سوال دارید از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساپ ما با ما در میان بگذارید. ادامه برنامه به وقت بیداری با موضوع اخلاق تربیت کودک در خدمت جناب دکتر توکلی هستیم و روبروی شما خوبان. جناب استاد خوش آمدید. بس رسیده بود به حق ثبت ولادت، تابعیت هویت. در مورد او حق شماره دو که گفتم حق همبستگی خانوادگی، من در صرفا یک جمله عرض بکنم برای که بینندگان عزیز ما متوجه بشن. ببینید وقتی در یک خانواده طلاق صورت میگیره نظام خانوادگی، شالوده نظام خانواده از هم میپاشه و کودکان محروم میشن از داشتن در واقع پدر و مادر. بله. و حضور و زندگی و تربیت شدن در کانون گرم خانواده. هم بحث طلاق و بله لذا دوست. اصل اولیه تربیتی و حقوقی این است که کودک باید در محیط گرم خانواده و برخوردار از محبت و شفقت خانوادگی باشه. طلاق یک استثناست و خلاف قاعده است. طلاق قاعده اصلی نیست. یعنی باید در یک جامعه اصل بر ادامه زندگی باشه، مگر اینکه حالا خلافی ثابت بشه که ما عرض میکنیم متاسفانه در جوامع کنونی طلاق یک قاعده شده، یعنی از استثناء خارج شده. بله خیلی بیشتر... براحتی میگه بله. شد شد نشد خب طلاق هست. بله میگن شد شد نشد نشد، یعنی در یک سال مثلا اگر 100 تا ازدواج صورت بگیره در سال بعد در جوامع مدرن امروزی میبینیم 70 تا منجر به طلاق میشه و یک فاجعه تربیتی است برای نسل آینده و برای کودکان که باید از این قضیه جامعه شناسا، روانشناسا و دلسوزان تربیت کودکان جلوگیری کنن. متاسفانه هرچی ما به سمت مدرنیته و به سمت غربی شدن حرکت میکنیم از حقوق انسانی به حقوق به اصطلاح کودک محروم میشیم. استاد واقعا این آمار دقیق هست که از 100 تا ازدواج هست؟ حالا خیلی دقیق مگه نباشه 65 تاش یا 60 تاش نیست به صورت مگر بله. استاد خیلی زیاده. در بسیاری از جوامع در حال گذار از جوامع سنتی به مدرنیزم این مسئله واقعا از نصف بیشتره. یعنی ما حالا اسم نمیبریم کشورها، در بسیاری روزنامه ها و مجلاتشون و ادارات رسمیشون آمار میدن که وقتی 100 تا ازدواج صورت میگیره 60 تا بعد از 2 یا 3 سال منجر به طلاق میشه و یک فاجعه بشریست. لذا عرض کردم خدمت بینندگان عزیز که قدر خانواده ها و زندگی و حضور پدر و مادرها
بدونن. رسیدیم به بحث حق ثبت ولادت. هر کودکی در هر سرزمینی که متولد میشه با هر شرایطی حق دارد که ولادت او در او سرزمین ثبت بشه و دارای هویت باشه، یعنی مدارک هویتی داشته باشه، به اصطلاح تذکره داشته باشه، کارت شناسایی. بله کارت شناسایی داشته باشه. منظور از کارت شناسایی صرفا این نیست که او معرفی بشه، نه خیر، یعنی مدارکی داشته باشد که بر اساس او مدارک از حقوق شهروندی که تمامی شهروندان ساکن در روسر زمین برخوردارن، این شخص هم باید چی برخوردار باشه. نه اینکه صرفا یک کارتی داشته باشه که همه او رو بشناسن، این کافی نیست. حق تابعیت و حق هویت. حق هویت وقتی میگیم بسیاری از حقوق دیگه زیر مجموعه حق هویت و تابعیته. مثلا اگر کسی تابعیت یک کشور داشته باشه میتونه در انتخابات او کشور شرکت کنه، میتونه به مراتب اجتماعی در او کشور برسه، معلم بشه، وزیر بشه، رئیس جمهور بشه، نماینده پارلمان بشه، میتونه به همه حقوق برسه. حالا به هر دلیلی اگر کودکی در یک سرزمینی متولد بشه و از این حقوق برخوردار نباشه، حق او ضایع شده و تربیت کودک در اینجا، تربیت اجتماعی او دچار مخاطره و چالش شده. حق بعدی حق رشد جسمی و روحی است که این هم باز بحث خیلی خیلی مفصلی است که اصلا رشد از کجا آغاز میشه، چه فرایندی داره، چه مراحلی داره. خیلی خلاصه عرض کنم، ببینید موجود انسانی یک موجودی است که توانایی های بالقوه داره از نظر جسمی و روحی. وقتی که متولد میشه کودک انسانی برخلاف به اصطلاح کودک حیوانات بسیار ضعیف، بسیار شکننده، بسیار آسیب پذیر با ظرافت خاص، بله، و نیازمند توجه و تربیت هست، هم تربیت جسمی و هم تربیت روحی. یعنی باید نیازهای فیزیولوژیک او تأمین بشه، خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و امنیت او باید تأمین بشه و اگر خانواده نمیتونن تأمین بکنن، دولت ها موظفن این حداقل نیازهای کودک تأمین بکنن. و بعد در مرحله بعدی حق تحصیل هست که ما مفصل به این بحث خواهیم رسید. نکته بعدی نیازهای روانی است. در بحث نیازهای روانی، داشتن امنیت روانی، داشتن اطمینان خاطر، نداشتن شرایط بحرانزا و پر از مخاطره و پر از چالش در محیط زندگی کودک جز حقوق کودک است و ارتباط مستقیم با تربیت درست کودک داره. این بحث بعدی، ما برای که خیلی وقت ما اندک هست و برسیم به بسیاری از مسائل، سریع عرض میکنم. حق بعدی حق برخورداری از عدالت و عدم تبعیض هست. عدالت باید به معنی واقعی کلمه در مورد انسان‌ها و مخصوصا کودکان رعایت بشه. این که میگیم عدالت، اول ما باید حقوق کودک بشناسیم، بله، و بعد بدونیم عدالت این استیفای حقوق. گفت که عدل چه بود وضع اندر موضعش، ظلم چه بود وضع در ناموضعش. مولانا جلال الدین بلخی میگه عدل چه بود آب ده اشجار را، ظلم چه بود آب دادن خار را. ببینید هر استعداد طبیعی نشان یک حق طبیعی است. کودک انسانی حق خوردن دارد، استعداد خوردن دارد، پس حق استفاده از مواد غذایی داره. استعداد آموزش و تحصیل داره، پس حق آموزش و تحصیل هم دارد و الاخر. و عدم تبعیض. این عدم تبعیض که میگیم، یعنی این که قوانینی که در یک جامعه نسبت به شهروندان مختلف وجود دارد، نباید در مورد کودک خاص تبعیض قائل بشیم. یعنی چی؟ او کودکش تقصیری نداره، بله، چون یک موجود انسان نیست. ببینید اختلاف مذهبی، اختلاف نژادی، اختلاف طبقاتی، اختلاف ملیتی، حتی اینکه پدر و مادر این کودک یک سری اعتقادات سیاسی دارن که با اعتقادات سیاسی حاکمان بله سازگار نیست، در هیچ کدامش کودک تقصیر ندارست. بله، دلیلی وجود نداره که کودک از حقوق خودش محروم بشه. به هیچ عنوان متولیان امر حق ندارن که به هیچ بهانه‌ای حقوق کودک زیر پا بگذارن و نسبت به قوانین شهروندی و انسانی در مورد او تبعیض روا بدارن. و حق بعدی حق شنیده شدن هست. یعنی کودک انسان چون شأن اخلاقی داره، عنایت کنن هم شما و هم بینندگان عزیز، شأن اخلاقی که میگیم به خاطر اینه که انسان کرامت انسانی داره و این یک مسئله است که اثبات شده است در همه جوامع بشری. انسان به واسطه داشتن عقل،
و به واسطه این که خلیفه خدا در روی زمین هست ذاتاً حق کرامت انسانی دارد و از یک حقوقی برخورداره. ای که میگیم از حقوقی برخورداره یعنی این که این حق کسی به او نداده، حق گرفتن این حقوق هم از او نداره. چون انسان هست دارای این حقوق هست و باید ما نیازهای روحی و فیزیولوژیک و جسمانی او بفهمیم، بشناسیم، ادا کنیم و اگر او نیازی داره نیاز او بشنویم، پاسخگو باشیم. مجامع حقوقی و تربیتی نسبت به حقوق او موظفن و باید اگر او یک ادعای انسانی داره در مورد خودش حقوق او شنیده بشه و استیفا بشه. اگر فرصت هست من چند مورد دیگه هم عرض کنم. حق مسئولیت از سوء استفاده جنسی و کاری. ببینید در دنیای امروز متاسفانه به دلایل مختلف، هم به واسطه ضعف آگاهی خانواده ها، ضعف آگاهی متولیان تربیت کودکان، نظام های آموزش و پرورش و وجود مافیاهای کار و مافیاهای سوء استفاده جنسی از کودکان، به واسطه جنگ، ناامنی و به واسطه فقر در اقصی نقاط عالم از کودکان سوء استفاده میشه، هم سوء استفاده کاری و هم جنسی. یعنی کودک ببینید در تمام ادیان بشری و الهی و در تمام مکاتب فلسفی گفته میشه که شخص زیر 12 سال کودک است و نباید او مجبور به کار کرد. ولی ما میبینیم کودکان خیابانی، کسانی که به دلایل مختلف مجبورن برای به دست آوردن قوت لایموت کار بکنن، در زیر شدیدترین شرایط کاری در کارخانه ها استثمار میشن. متاسفانه به اولین در واقع حقوق انسانی اونها زیر پا گذاشته میشه. گاهی اوقات از اینها سوء استفاده جنسی صورت میگیره. مافیاها و باندهای بزرگ بین المللی در زیر پوشش های خاصی و با عناوین خاصی از اینها در واقع سوء استفاده میکنن که این هم خلاف حقوق بشر، حقوق کودک و حقوق انسانی و الهی کودک هست. و در واقع حاکمیت ها در کل جهان، نظام های تربیتی موظفن که از این مسئله جلوگیری به عمل بیارن و اگر در واقع کار به جای باریک کشید باید به افرادی که خاطی هستن به محکمه کشیده بشن و از مجازات بشن. بسیار عالی استاد، اگر اجازه بدید میان برنامه کوتاه داشته باشیم شروع کنیم بسر واسه. بله در خدمتتون. بیننده های عزیز گرامی، سپاس از این که همچنان در کنار کانون گرم خانواده برنامه ما را تماشا میکنید. میان برنامه کوتاه را با هم میبینیم و دوباره برمیگردیم. نرسد دیده بدبین به تو ای وادی عشق، که زهر آبله پا نگرانیم تو را. بیننده های عزیز و گرامی دوباره خوش آمدید. سپاس از این که در کنار کانون گرم خانواده همچنان ما را همراهی میکنید. ادامه برنامه وقت بیداری هست و در خدمت جناب دکتر توکلی هست. استاد سلام مجدد خدمت شما. حق مسئولیت از سوء استفاده جنسی و کار بحث شد. عرض کردیم که باید حقوق مسلم انسانی کودکان شناخته بشه. اولین گام اینه که خانواده ها و جوامعی که نظاماتی که مسئول تربیت کودکان هستن این حقوق بشناسن. متاسفانه در جامعه ما مشکل این است که خانواده ها با این مسائل آشنا نیستن و بعضی از معلمین و حتی بعضی از وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهایی که متولی امر حقوق کودکان و تربیت کودکان هستن اینها هم خیلی آشنایی ندارن. بله. و اگر آشنایی دارن مطالبه عمومی و جمعی وجود نداره در زمینه. ما باید اولین کاری که میکنیم اینه که خانواده ها و مردم با این حقوق آشنا کنیم. وقتی که آشنا بشن کم کم این تبدیل به یک گفتمان میشه و تبدیل به یک مطالبه جمعی و در واقع ملی میشه و به مرور انشالله میتونیم به این استانداردها
برسیم. عرض کردیم که کودک حق دارد که دارای مسئولیت باشد از سوء استفاده جنسی و کاری. درست. شما هر جا دیدین یک کودکی زیر 18 سال مجبور به کار کردن شد به هر دلیلی، بدانید که حقوق انسانی و حقوق کودکانه او زیر پا گذاشته شده به هر دلیل. هر دلیل به هر دلیل. ما دنبال دلیلش نیستیم، دلایل در جای دیگه بررسی میشه. ما نمیخوایم فعلا بحث کیفری بکنیم، ما داریم بحث تربیتی و اخلاقی میکنیم. و به هر دلیلی از هر کودکی سوء استفاده جنسی بشه، من اینجا لازم میدونم یک نکته عرض کنم که خیلی جالب و تکان دهنده است. عنایت کنن بینندگان عزیز ما، روانشناسان میگن اگر یک کودک ولو پدر و مادر، عنایت کنید، به اجبار و به زور کودک دوست نداره، به زور شما بچه خودت را میبوسی، به او القا میکنی و تلقین میکنی مورد تجاوز جنسی واقع شدن را. یعنی اگر کودک دوست نداره که به شما بوس بده، شما پدرشی مادرش هستی، حق نداری او را مجبور کنی که به شما بوس بده. این کوچکترین گامه. ببینید وقتی به زور او را میبوسید یا در آغوش میگیری و او در اون لحظه دوست نداره، مثلا تازه از خواب بیدار شده یا مریضه یا هر دلیل دیگری مشغول بازی است، شما به زور میگیرید ایر به بغل میکنید و به زور میبوسید، این تربیت نیست، این دقیقا ضد تربیت است. و او را آماده میکنید، در ناخودآگاه، در ضمیر ناخودآگاه او به او تلقین میکنید که امکان داره کسانی از تو سوء استفاده جنسی بکنن. این نکته ببینید چقدر تکان دهنده است. چه ارتباطی با هم؟ روانشناسان میگن ببینید، گفتیم که حق مسئولیت از سوء استفاده جنسی. ما نمیگیم که اینجا خب پدر و مادر فرزندشو بوس میکنن وقتی مطابق میل او کودک نباشه، شاید حقی از او غصب شده باشه، ولی سنخیت بین سنخیتش اینه ببینید که کودک در ناخودآگاه، در ضمیر ناخودآگاه او این زمینه ایجاد میشه که اگر در بزرگسالی کسانی خدای نکرده از او سوء استفاده جنسی کردند، فکر میکنه که باید در واقع تمکین بکنه و باید در واقع همونطوری که از همون بوس پدر مادرش تمکین کرده، بله، دوست نداشته که بوس بده به پدر یا مادر و به زور به اجبار از او بوس گرفتن، در ناخودآگاه او این مسئله ایجاد میشه. ما بحث شرعی فعلا نمی کنیم، از نظر شرعی پدر مادر حق ولایت و کفایت دارن، اما بحث روانشناسی عرض کردیم. لذا میخوام عرض کنم اینقدر حقوق کودک ظریف و دقیق هست و ما باید متوجه این مسئله باشیم و رعایت بکنیم. کودک یک موجودی است که مثل گله، مثل یک در واقع نوگله، در واقع قنچه است که اگر ذره ای با او خشونت ورزیده بشه پژمرده میشه و ولی و در واقع شاکله انسانی او دچار مشکل میشه. حق بعدی، حق برقراری ارتباط سالم و همزمان با پدر و مادره. یعنی کودک حق دارد در دوران کودکی ارتباط سالم، که میگم یعنی ارتباط بدور از خشونت. عنایت کنید، خشونت چه خشونت فیزیکی باشد، چه خشونت روحی و روانی باشد، چه خشونت های مربوط به کار باشه، همه اینها مردود هست، هم از نظر قوانین اسلام و ادیان ابراهیمی و هم از نظر کنوانسیون حقوق بشر. به هیچ عنوان ما حق اعمال خشونت در مورد کودک نداریم. خب ممکنه گفته بشه که آقا ما که در حق کودک خشونت نکردیم. بنده به شما خواهم گفت اگر پدر و مادری احساس مسئولیت نکنن در قبال کودکان و با دلایل واهی از هم طلاق بگیرن، این خودش یک نوع خشونت در حق کودکان است. اگر پدر و مادری نیست، بله بله، اگر پدر و مادری در خانه از الفاظ نامناسب استفاده بکنن، از الفاظی که بار معنایی در واقع خشونت آمیز داره و با کلماتی با کودک برخورد بکنن که روح لطیف او در واقع آزرده بشه، این خودش یک نوع خشونت کلامی است. خشونت ممکن است در نگاه یک شخص باشه. اگر شما نگاه بدون ملاتفت به کودک داشته باشید، این خشونت، خشونت در واقع چهره و خشونت صورت هست. در برخوردها، در نگاهها، در بیدار کردن کودک. من اینجا یک نکته خیلی کوتاه و جالب عرض کنم در مورد زندگی مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، صاحب تفسیر المیزان. میخوندم که ایشون وقتی فرزند خود از خواب بیدار میکرد برای نماز صبح، بله، فرزند ایشون الان از دانشمندان و بزرگان هست،
خود فرزند مرحوم علامه داره نقل میکنه، میگه که اونقدر پدر مرحوم علامه طباطبایی میامد بالا سر منبر ناز و نوازش میکرد، میبوسید و با الفاظ بسیار مهربانانه و کریمانه من صدا میکرد که من بیدار میشدم ولی به خواب خود ادامه میدادم. با اینکه بزرگ شده برای نماز بیدارش میکنه، با اینکه میخواد برای نماز صبح بیدار کنه. کودک هم نیست، کودک هم نیست، بالغ شده، میخواد او برای نماز صبح بیدار کنه. ببینید تربیت دینی است، آنقدر او ناز و نوازش میکنه که این بیدار خود خور به خواب میزنه برای که این ناز و نوازش ادامه پیدا کنه و این بیدار بشه برای نماز صبح. ولی ما وقتی میخوایم بچه رو به نماز صبح بیدار بکنیم، دیگه بینندگان گرامی ما میدونن که در فرهنگ ما متاسفانه بله از خشونت های بله کرامی گرفته تا و الی آخر، همه اینها وجود داره. لذا عرض من این هست که بحث بعدی اینه که ببینید ما خیلی از حقوق کودک نمیشناسیم. یکی دیگه از حقوق کودک بهره‌مندی از آموزش رایگان دولتی است. حق تحصیل، حق داشتن شغل، حق داشتن یک آینده مناسب اقتصادی و شغلی و تحصیلی، این جزء اصول اولیه اسلام و حقوق کودک هست. ما به هیچ عنوان حق نداریم کودک از حقوق در واقع کودکانه رسمی شهروندی و انسانی او محروم بکنیم. به هر دلیلی اگر در هر جامعه ای کودکان چه دختر و چه پسر به مدرسه نرفتن، به هر بهانه ای ما حقوق اسلامی و دینی و انسانی و بشری کودکان زیر پا گذاشتیم و اونا رو محروم کردیم. کودکی که درس نخونه دیگه شغلم نداره، آینده هم نداره. در دنیای امروز کودکی که تحصیل نداره نمیتونه زندگی کنه. ما در 1000 سال پیش زندگی نمیکنیم، ما در دنیای دیجیتال زندگی میکنیم، در دنیایی که اگر بخواد یک تراکنش بانکی انجام بده، اگر بخواد یک پیام و یا اسمس به دوستش بده باید سواد رسانه‌ای داشته باشه، باید این کودک با کامپیوتر و با زبانهای مختلف آشنا باشه و باید بتونه نیازهای خود را در این جامعه برآورده و تأمین بکنه. و متاسفانه میبینیم که در کشور ما اکثر نیازها هم دیگه داره به روز میشه و مدیر میشه که این نیاز به تحصیل داره. متاسفانه در کشور ما متاسفانه که اگر به مکتب نمیره باید خوب کار بکنه که اینا به مدرسه بره و به مکتب بره و اینها. بله، این یک کودک اگر از مدرسه گریز هست ایره باید زمینه تشویقی فراهم بشه که ای به مدرسه بره و این یک طرف کاره. حالا خب متاسفانه یک طرف کار دیگه هم داره که اصلا نمیگذاره بره. اینو واسه چی کار بکنیم؟ ببینید بحث اینه که من یک بار دیگه عرض کردم، ما گاهی اوقات میایم فرهنگ قبیله‌ای و سنتی خود را به نام دین، به نام اسلام، به نام قرآن تحمیل میکنیم بر جامعه اسلامی و نام و رنگ دین به او میدیم. کجای قرآن و احادیث و سنت پیغمبر گفته که دختر نباید درس بخونه؟ کجای اسلام؟ اسلام دین علم و دین دانش و دین خردورزی هست. پیغمبر فرمود طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه. درود باش. آموزش علم بر هر مسلمان، زن و مرد و مسلمان واجب است. حتی فرمود اطلب العلم ولو بسین، اگر علم در چین هم هست به مردم عربستان، به مردم جزیره العرب گفت بروید و از چین به دست بیارید این علم. در هر شرایطی یک مسلمان باید اهل دین باشه و اهل علم باشه. این دین بدون علم در واقع یک نوع جهالت هست. نام دین میگذاریم در حالی که جهالت هست. کودک مسلمان دختر یا پسر در دنیای امروز که دنیای تکنولوژی هست، دنیای رسانه است، از سواد محرومه. اینه میتونه مادر خوبی باشه، اینه میتونه همسر خوبی برای شوهر خوب باشه، این نمیتونه در آینده نیازهای خود و خانواده خود تأمین بکنه. من سوال میکنم آیا جامعه ما نیاز به پزشک خانم نداره؟ قطعا داره. اگر همسر بنده یا همسر شما یا دختر ما و شما مریض بشه، ما دوست داریم که پیش پزشک مرد بره؟ قطعا دوست نداریم. خب باید یک کسانی باشن که پزشکی بخوانن، خانم هایی باشن که بعد بتونن جراحی بکنن خانم ها. ببینید متاسفانه زنان ما، دختران ما احساس عقب موندگی، سرخوردگی، ناامیدی و افسردگی شدید دارن. فکر میکنن که تافته جدا بافته هستن از دنیای امروز. تمام دنیا و جوامع بشری داره به سمت ترقی، به سمت پیشرفت و به سمت علم و دانش پیش میره، ولی ما داریم عقب گرد میکنیم. گفت ترقی های عالم رو به بالاست، من از بالا به پایین میترقم.
اگر نکته دیگه مونده کمتر از 2 دقیقه زمان داریم، اگر یکم بیشتر در رابطه با اهمیت تحصیل بفرمایید و بعد از خدمتتون مرخص بشیم. من یک نکته آخری که باقی موند و عرض میکنم و بعد بحث جمع میکنیم اینه که یکی دیگه از حقوق کودکان حق مسئولیت از تبعیض نژادی و جنسیتی هست. ما دختر و پسر از نظر تعالیم اسلام هر دوتا انسان میدونیم و اسلام نسبت به هر دوتا نگاه مساوی داشته و بلکه نسبت به دختران احترام و حرمت بیشتری قائل بودن انبیاء الهی و اولیای بزرگوار اسلام. میخوام عرض کنم که ببینید ما باید حقوق انسانی و اسلامی خود خود بشناسیم، بر اساس اون حقوق در واقع عمل بکنیم. یکی از حقوقی که یک فرزند مسلمان داره حق تربیت اسلامی و اخلاقی شدن هست و حق تعلیم قرآن. فرمودن یکی از در روایت داریم یکی از حقوقی که فرزند داره اینه که نام خوبی به روی انتخاب بشه و به او قرآن آموزش داده بشه. پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه فرمود خیرکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و به دیگران آموزش دهد. خب ما اگر میخوایم که تعالیم دینی را آموزش بدیم باید این دختران و پسران ما باسواد باشند، بتوانند قرآن را بخوانند، بفهمند و در او تدبر کنند. بسیار عالی استاد. در کنار تعالیم علمی خب دینی تعالیم دیگه هم قطعا نیاز امروز جامعه هست، ولی خب زمان ما محدوده. تشکر از شما، خیلی ممنون از اینکه حضور پیدا کردید. همه عمر بر ندارم سر از این خمار و مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. بیننده های عزیز گرامی، سپاس از این تا این دم با ما همراه بودید. این بود برنامه امشب وقت بیداری که تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید. تا برنامه بعد همه تان رو به الله پاک بی همتا می سپارم. ایام به کامتان و خوش. خدا نگهدار.